به برنامه زیبای درون خوش آمدید. این برنامه چهارشنبه شبها از ساعت 7:30 و یکشنبه شبها از ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. برنامه متنوع متفاوت راجع به هیپنوتیزم و استفاده از نیروهای ماورا طبیعه برای زندگی بهتر. با امید دیدار. با سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که حال همگی شما عزیزان خوب باشه و در کمال صحت و سلامت به سر ببرید. این برنامه الان زنده پخش میشه و میتونین شما سوالاتتون رو با شماره های 818-70-80-222 تماس بگیریم. دوست دارم صدای قشنگتون رو بشنوم. 3-4 تا کار داریم امروز. به یه دونه ایمیل میخوام جواب بدم، راجع به استرولوژی میخوام صحبت کنم و یه گوشه هایی از این ور و اون ور که در هفته های گذشته ناتموم مونده و امیدوارم که امروز بتونم تمام اون چیزهایی که ناتموم بوده امروز به اتمام برسونیم. خب امیدوارم که دلتون شاد، قلبتون پر از محبت و لباتون خندون باشه در این اوضاع سال 2020 که عجب بند و بساطیه، هرج و مرج و تغییر. و همونطور که میدونیم ما از عصری به عصر دیگه میایم، از قرون وسطا داریم حرکت میکنیم به عصر اکوارس که عصر برابری، برادری و ایکوالیتی هست. از هر نژاد و از هر قوم و از هر سنت و از هر رنگی دیگه همه برابر و برادر میشن. البته باید به حضورتون برسونم که ما یه چنج یا یک تغییر و تحول 10 ساله داریم. از عصری به عصر دیگه رفتن به همین آسونی صورت نمیگیره. این تغییرات باید ذره ذره اتفاق بیفته و از سال 2020 تا سال 2030 ما مشاهده میکنیم این تغییراتی که تغییرات همیشه سخته. توی هیپنوسیس همیشه ما میگیم مغز انسان از ناشناخته ها گریزانه، میترسه، دوست نداره عوض بشه حتی اگر اون تغییرات مثبت باشه. مثل یه شخصی که دیپرشن داره، افسردگی داره یا دلهوره داره، وقتی که میاد برای هیپنوسیس، وقتی که ما مغز انسان رو برای شرح میدیم که چجوری میشه که معمولاً بعد از 5-6 جلسه وقتی که هیپنوتیزم رو شروع میکنه دیگه جایی میرسه که دیگه جای عوض شدنه، زمان عوض شدنه و اون موقع است که یهو مغز انسان نمیپذیره و چیزهای عجیب و غریبی رو ما مشاهده میکنیم. مثلا شخص میتونه به راحتی خودش رو به مریضی بزنه، یعنی اصلا این که خودش هم نمیفهمه که چطوری سشن یا جلسه رو مثلا به تعویق میندازه یا اینکه بی خودی مریض میشه یا چیزی رو بهونه میکنه، که البته اینها به صورت سابکانشسلی یا ضمیر ناخودآگاهه که حضور پیدا میکنه و این جلسات رو به کنسل میکنه یا اینکه به عقب میندازه. یه دونه ایمیل داشتم عزیزان که راجع به همین هیپنوتیزم صحبت کرده بودن. آقای از استرالیا ایمیل داده بودن برای من که گفته بودن چطور من در استرالیا رفتم هیپنوتیزمم کردن خیلی خوب بوده ولی به اون نتیجه‌ای که خواستم نرسیدم، چرا؟ و خواستن که براشون توضیح بدم و گفتم که این جواب میتونه برای خیلی از شما عزیزان کارساز باشه. پس بنابراین گفتم که الان براتون توضیح میدم که چی میشه که مغز انسان چیزی رو قبول میکنه یا اینکه نفی میکنه. ببینین عزیزان، ما بذر مثبت اندیشی رو با هیپنوتیزم در وجود شما میکاریم.
شما خواب نیستین، شما درست در کنترل اوضاع و احوال خودتون هستین، کسی شما رو نمیتونه مجبور به کاری بکنه که شما نمیخواین انجام بدین. اینا شایعه هست که راجع به هیپنوتیزم میگن. پس شما در یه حالت خلسه فرو میرین، خواب نمیرین، هر موقع که بخواین چشماتون رو میتونین باز کنین و به همین صورت، به همین آسونی و سادگی که براتون توضیح میدم. وقتی که ما اون بذر رو در وجود شما میکاریم، ببینین عزیزان، طول میکشه تا این بذر آبیاری بشه، کود یابی، کود بهش بدیم و این یه درخت بزرگ بشه و میوه بده. آیا شما وقتی که یه تخم یک مثلا فکر کنین یک درخت انار میخواییم بکنین، وقتی بذرش رو توی خاک شما فرو میکنین، آیا فردا صبح که چشماتون رو باز میکنین و به باغچه‌تون نگاه میکنین، آیا یک درخت تنومند و بزرگ میبینین با انار؟ البته که نه. پس درست همینطوریه، وقتی هم که هیپنوتیزم میشین، اقلن البته من حتی دیدم با یک جلسه مثلا برای ترس اومدن، برای ترس از فری وی، و با یک جلسه، فقط یک جلسه تونستن که دیگه پشت رول بشینن و در فری وی رانندگی کنن. بعضیا با یک جلسه، بعضیا با 3-4 جلسه، بعضیا با 8 جلسه، دفینیتلی ما اون تغییر رو در این انسان ها مشاهده میکنیم. پس عزیزان من، باید صبور باشین. وقتی که ما بذر پازیتیویتی رو میکاریم، طول میکشه تا اینکه شما مثلا، حالا به هر علتی که اومدین، اگر به خاطر سیگاره، اگر به خاطر ترس ها و وحشت هاست، یا سلف کانفیدنس و اعتماد به نفسه، به هر حال برای هر چیزی که باشه، ما یه چند جلسه احتیاج داریم که با شما کار کنیم. و ما در حقیقت مغز انسان رو میتونیم کلک بزنیم بهش، فریبش بدیم، خیلی آسون. همین چیزایی که براتون بارها گفتم که انجام بدین، مثل مثلا نوشتن جملات تاکیدی مثبت. خیلی ها میگن آخه خانم دکتر، وقتی که من اینقدر ناراحتم، وقتی اینقدر عصبانیم، وقتی که خیلی غم زده هستم، وقتی افسردگی دارم، چطوری بنویسم من خوشحالم، چطوری بنویسم من خوبم؟ میگم عزیز من، بنویس. این تلقینه که ما به مغز میدیم، مثل اینه که یه دستور به مغز میدیم و اون اجرا میکنه. هر دستوری که به مغز بدین شما اجرا میکنه. اگر بگین خوبین، خوشحالین، راحتین، اعتماد به نفس بالا دارین، همون اتفاق میفته. اگرم خدایی نکرده همش هی به خودتون لیبل های منفی بزنین و خودتون رو جاج کنین و خودتون رو قضاوت کنین و کسای دیگر رو قضاوت کنین، مطمئن باشین که غیر از ناراحتی چیز دیگری سراغتون نمیاد. پس این شخص که با اسم مستعار آقای مجید به من ایمیل زده بودن، انشالله که تونسته باشم جواب شما عزیز رو داده باشم و کسان دیگه. حالا اگر بازم سوالی نسبت به هیپنوتیزم دارین، اگر هنوز مردد هستین و از این حربه به این خوبی استفاده نکردین، شاید بهتر باشه که سوالاتتون رو در اینجا بپرسین و بذارین که همه بفهمن، برای اینکه سوال شما میتونه سوال خیلی ها باشه و من خیلی دوست دارم که به اونها جواب بدم. عزیزان من، خیلی موقع ها کسانی که پیش من رجوع میکنن، به ایدئال های خودشون که میرسن، به من میگن چرا شما توی تلویزیون اینا رو نمیگین؟ و من یه موقعی خب احساس شرمندگی میکنم، اگر اینکه مثلا از خودم بیام تعریف بکنم، یا اینکه میگم هم بر خود ستایی نشه، یا هر چیزی. ببینین عزیزان، تو این چند سال اخیر که من هیپنوتراپیست شدم و مراجعین خیلی زیادی به من رجوع کردن، خیلی چیزها رو من دیدم. مثلا اشخاصی که متاسفانه بیماری سرطان رو داشتن و با اومدن پیش من،
حالا من نمیدونم، من نمیگم به خاطر من بوده، به خاطر ریکی من بوده، به خاطر اون کارایی که من کردم یا هیپنوسیسی که من دادم. من همه این کردیت ها رو به شما میدم عزیزان. با قدرت فکر مثبت خودتون شما میتونین به ایدئال های خودتون برسین. مثل مثلا مریض های سرطانی که ما این سلول های سرطانی رو در مغز استاب کردیم خیلی به راحتی. البته ممکنه خیلی از عزیزانی که الان این برنامه رو مشاهده میکنن شاید به نظرشون خیلی یه چیز عجیب غریبی باشه، ولی عزیزان من میتونم با افتخار به شما عزیزان بگم که در این چند سال من با اشخاص سرطانی خیلی کار کردم و خوشبختانه سرطان اونها استاب شده و دیگه الان کانسر فری هستن. با اشخاصی کار کردم که حامله نمی شدن و الان بچه های خودشون رو دارن. با کسانی کار کردم که بیماری های مختلف داشتن، مثلا بیماری های قند، فشار خون و دیگه الان قرص نمی خورن. و همینطور کسانی که دوست دارن ازدواج کنن، دختر پسرهایی که دوست دارن ازدواج کنن خیلی اومدن پیش من و خوشبختانه همشون ازدواج کردن. پس عزیزان من این کردیت رو به هیپنوتیزم میدم و قدرت فکر مثبت خود شما عزیزان. اگر دوست دارین، اگر آرزویی دارین، اگه چیزی میخواین همیشه که تا حالا بهش نرسیدین، شاید هیپنوتیزم بتونه به شما عزیزان کمک کنه. سال 2020 با همه سختیاش، با اومدن کرونا، با تمام بدیهاش، با محدود کردناش، خیلی چیزها به ما آموخته. به ما آموخته که قلب شکستن هنر نیست. قلب کسی رو نشکنیم، چون که دیگه با هیچ چسبی نمیتونیم اونا درست کنیم. میدونیم که یاد گرفتیم، میدونیم و یاد گرفتیم که حقیقت خیلی موقع تلخه، ولی باید قبولش کنیم. فهمیدیم که عمر از دست رفته واقعا رفته، گذشته در گذشته و هیچ کاری نمیتونیم راجبش انجام بدیم. آینده هم نیومده، پس هیچ ضمانتی وجود نداره. پس در حال زندگی کنیم. من یاد گرفتم که در حال زندگی کنم. چقدر قشنگه وقتی که آدم نگرانی فردا رو نداشته باشه. وقتی که اون چیزی که شما دوست دارین، اون لباسی که دوست دارین، فقط برای خودتون میپوشین، نه برای کس دیگه. یعنی الان اگر من جای شما بودم، بهترین لباسا رو میپوشیدم. بهترین لباسایی که دیگه هیچ جا نمیتونین بپوشین. بهترین آرایشی که دیگه هیچ ماسکی دیگه کاور نمیکنه، برای توی خونه، برای شوهراتون، برای همسراتون. چقدر این شیرین و قشنگه که آدم برای خودش زندگی کنه. دو سه روز پیش روز کیپور بود و ما خب مجبورانه در خونه موندیم، روزمون رو گرفتیم و چقدر احساس خوبی به من دست داد وقتی که دیگه برای کسی، برای شخصی، برای چیزی، برای که بیرون برم آرایشی نکردم. راحت نشستم، کتابم رو خوندم، دعاهام رو کردم و چقدر امسال به من واقعا خوش گذشت. چقدر واقعا احساس کردم که این روز واقعا مقدسه. پس عزیزان من، کرونا با اومدنش خیلی چیزها رو به ما یاد داده. یکی از چیزهایی که باید به شما بگم، گفتیم همونطوری که گفتم بهتون، ما داریم از عصری به عصر دیگه میریم که باورهای اخلاقی ما، ارزشهای مادی ما، همه اینها در حال عوض شدنه. وقتی که پلوتو و وقتی که جوپیتر و ساترن با هم در یک موازنه قرار میگیرن، وقتی که اینها پیوند میخورن در امسال که سه دفعه آردی، دو دفعه اتفاق افتاده و یه دفعه دیگه اتفاق میفته در دیسمبر، ما میبینیم که دنیا دوباره یه رنگ دیگه پیدا میکنه. شاید با هم دیگه نزدیکتر بشیم، شاید قلب شکسته رو
مرهمی بذاریم. شاید اون دل زن داغ دیده رو بفهمی واقعا چیه. یه اتفاقایی میفته که دوست دارم براتون بگم. جوپیتر که همون ستاره مشتری باشه، درها رو باز میکنه، فرصتهای مالی رو براتون به وجود میاره، درهای خیلی زیادی رو میتونه برای شما باز کنه. ساترن که ستاره کیوان هست و امسال ما ساترن رو داریم، چیز بعدش اینه که متاسفانه خیلی ها به علت سختی ساترن، خیلی ها مثلا استخون درد گرفتن، خیلی ها دچار کمر درد، پا درد، سر درد، دست درد، گردن درد و دندون درد شدن. ستاره ساترن روی استخون ها اثر میذاره عزیزان من. ساترن ستاره یه که فیلسوفه، فرزانه است، راهنماست، معلمه، مدبره و ما الان داریم به رسالت عمر خودمون میرسیم. الان داریم کارماهای چند هزار ساله را انجام میدیم، الان داریم رشد میکنیم، الان موقعیه که کربن با تموم اون فشارهاش داره تبدیل به الماس میشه. در سال 2021 ما تغییرات مالی داریم، تغییرات مالی خیلی میبینیم. کسانی که برنامه سال 2019 منو که از همین شبکه تصویر ایران پخش شد دیدن، البته من که نمیدونستم یک کرونایی به وجود میاد، ولی میدونستم یک تغییراتی هست و گفتم اگه دوست دارین برین برنامه سال 2019 رو ببینین، میتونین بزنین گلناز رفایلیان The things that happened، چیزهایی که اتفاق میفته در سال 2020. در سال 2019 اینو ضبط کردیم پارسال، ولی میتونیم ببینیم تمام این چیزها رو که ما تغییرات رو در این ستاره ها دیده بودیم. عزیزان من، انسان ها پاداش میگیرن، یعنی ساترن یا ستاره مشتری کمک میکنه که انسان ها به اون کارهایی که میکنن به همون اندازه پاداش بگیرن. یعنی امسال هر چقدر شما به قول معروف پول بدین آش میخورین، هر چقدر که کار کنین کارما میگیرین، هر چقدر که قلبتون صاف باشه بهتر مهربونی میبینین، هر چقدر که باید کارهای اون کارهای ناتموم شده رو انجام بدین ساترن به شما پاداش میده. در سال 2008 به بعد به علت وجود این ستاره ها ماسک خیلی از آدم ها برداشته شده، یعنی طوری که دیگه قشنگ میفهمین کی بدجنسه، کی آدم خوبیه، کی پرهیزکاره، کی دروغگوه، کی آدم خوبیه، کی آدم بدیه. همه اینها رو ما تا آخر امسال هم تجربه میکنیم. تا سال 2026 خیلی از انسان‌ها چاره‌ای ندارن غیر از اینکه اسپریچوال بشن. پس اسپریچوالیتی از آن دی ایر. خیلی‌ها می‌بینیم که اسپریچوال شدن. پلوتو کمک می‌کنه به ما که در ارتباطاتمون، در رابطه عشقیمون، عاطفیمون، شغلیمون یه تغییراتی به وجود بیاد. کسانی که با هم ازدواج کردن در امسال قراردادها فسخ میشه، یعنی کسانی که ازدواج کردن و ازدواج اونها بر اساس عشق نبوده، بر اساس پول بوده، بر اساس عشق و دوست داشتن نبوده، متاسفانه امسال فسخ میشه. تمام ماسک ها گفتیم در میاد، تمام این قیافه های اصلی انسان ها رو دیگه ما میتونیم به راحتی ببینیم. خب دیگه از چی براتون بگم؟ در امسال، در سال 2020 که الان 3 ماه دیگه مونده که به اتمام برسونیم، میبینیم که انرژی گاز و ترمز با همه، یعنی اینکه
چیزها جریان پیدا نمیکنه، کارهامون به راحتی انجام نمیشه. حتما همیشه یه سک و سکمتی توش هست، هر کاری میایم بکنیم باید دو بار سه بار ده بار انجام بدیم و این به علت این ترمز و گاز با هم دیگه است. پس ناراحت نباشین، یه خود دندون رو جگر بزنین، همه چیز خوب میشه. شرایط احساسی، گفتم که پلوتو تمام شرایط عاطفی رو روش اثر میذاره. شرایط احساسی باید سمزدایی باشه. کسانی که دیگه نیستن، خوب برای شما خوب نبودن، متاسفانه با اون دردی که داره، که خیلی هم زیاده، کم نیست، متاسفانه این تمام این اشخاص باید سمزدایی باشن و علف های هرزه باید در بیاد. الان دوست دارم یه داستانی براتون بگم که ما در این زندگی کردن در این دنیای خاکی، درسته که تنها میایم، درسته که هر کدوم کارماهای خودمون رو داریم، کارمای من با کارمای شما فرق میکنه عزیز من، پس بنابراین ما نباید هیچ کس رو قضاوت کنیم به خاطر اون کارمایی که داره. کارمای من همزمان با کارمای شما نیست، کارمای شما همزمان با کارمای من نیست، پس این کورکشن ها در زمان های مختلف صورت میگیره. ولی در این سفر این که انفرادیه، ما باید همسفرهای خوبی باشیم برای همدیگه. همدیگه رو اذیت نکنیم، دل کسی رو نشکنیم. زمان زمان سختیه، زمان زمان تحولاته، زمان زمانه اینه که تغییره، پس با هم مهربون تر باشیم. حالا دوست دارم یه داستانی براتون بگم، از این داستان موش، که یه دفعه یه موشی میاد توی خونه و با همسرش و بچه هاش توی این خونه زندگی میکردن. بعد از یه مدت صاحب خونه میفهمه که خونه موش گرفته و میخواد این موش ها رو یه جوری از خونه در بیاره. پس میره تله موش میخره و میاره تو خونه میذاره. موش ها خیلی باهوشن، میفهمن که در خطر هستن. پس موشه میره به خروس و مرغی که تو مزرعه بوده میگه که دستم به دامنتون، صابخونه تله موش خریده، من و بچه هام و همسرم در خطری، تو رو خدا بیان کمک کنی. و اونها میگن نه، ما که بیرونیم، خطر به ما نمیرسه، پس ما همینطور، ما نمیخوایم اینوالو بشیم، خودت برو مشکل خودت رو حل کن. موش با ناراحتی میره سراغ اسب و گوسفند و اینها، بهشون میگه با گاو و اینا، یکی یکی میره پیش گاو، گوساله، گوسفند، چه مزرعه، و میگه دستم به دامنتون، بیاین کمک، من جون خودم و جون همسرم و بچه هام در خطره، صابخونه یه دونه تله خریده. میگم به ما چه، ما که بیرون زندگی میکنیم، آسیبی به ما نمیخوره، پس برو خودت، برو مشکل خودتو حل کن. آقا موشه با ناراحتی میره خونه، زانوی غم بغل میگیره و نمیدونسته چی کار کنه. همون موقع زن خونه رو مار میگزه، مرغ خونه رو سرش رو میبرن و برای خانوم یه سوپی درست میکنن که حالش بهتر بشه. سوپو میخوره ولی حالش خوب نمیشه، میبرنش بیمارستان، متاسفانه فوت میکنه. سر اون گوسفند و گاو و برای 7 روز میبرن و از اون گوسفند و گاو برای این مدت 7 روز عزاداری استفاده میکنن. پس عزیزان من، در هر کجای دنیا که هستی، اگه میتونی کمکی کنی به شخصی که در اون بر دنیا هست، این کار رو بکن.
اگر در خانوادت کسی احتیاج به کمک تو داره، اونو کمک کن. من ممکنه اینجا نشسته باشم، هنر یک چیزو داشته باشم، متافیزیک بلدم، هیپنوتراپی بلدم، ریکی بلدم. شما ممکنه دکتر باشی، به انسانهای دیگه جور دیگه کمک کنی. شما ممکنه نمیدونم هر بیزنسی تو کامپیوتر بلد باشی، استاد خوبی باشی، واسه خودت خیلی کارهای خوب بکنی. نه من برتر از شما هم، نه شما برتر از منی. هر کسی به اندازه خودش برای خودش کاری که میکنه مفیده. پس اگه بتونیم دستی رو بگیریم، چه تو فامیل، چه تو غریبه ها، چه هر جا در مکان دیگه، در کشور دیگه، بیاین این کارو بکنیم. اینقدر فکر فقط خودمون نباشیم، اینقدر سلفیشو از خود رازه نباشیم، یه ذره انسانیت رو بیاریم وسط. اگر کسی پول داره و قدرت داره، ولی حرف زور نباید بزنه. ما با حرف زور زدنامونه که از خدا حرف زور میشنویم. مرسی آیت رو. این کلماتی بود که از ته قلبم برای شما عزیزان گفتم. بارها و بارها در این چند سال اخیر در مطبم اشخاصی پیش من مراجعه کردن با گریه، با ناراحتی، با بیچارگی خیلی زیاد، از زمانه ناراحت بودن، از بدیها. بیان مهربون تر باشیم، بیان همدیگر کمک کنیم، هر اون چه که میتونیم، اونجوری که بلدیم، اونجوری که میتونیم. خب عزیزان من، در اینجا ما به خاتمه میرسیم. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید باشه. اگر دوست دارین در هر کجای دنیا، اگر ناراحتی دارین، اگر دنیا به بر وفق مرادتون نیست، میتونین با من مشاوره تلفنی داشته باشین و من میتونم شما عزیزان رو کمک کنم. در مورد هیپنوتیزم، ریکی، متافیزیک و هر چیز دیگه‌ای میتونه معجزه اتفاق بیفته. خب عزیزان من، تا هفته آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. آیا می‌خواید تغییری تو زندگیتون به وجود بیارین؟ آیا به بن‌بست رسیدین؟ امیدتون رو از دست دادین؟ اخلاقاً با خودتون قهر نکنین. با طریقه هیپنوتیزم، با استفاده از متافیزیکس، من میتونم زندگی شما رو عوض کنم. امتحان کردنش با خودتونه. تغییر زندگیتون با من. حدوداً 8 جلسه در 2 مطب تارزانا و لس آنجلس میزبان شما عزیزان خواهم بود. مشاوره تلفنی در اقصا نقاط دنیا با تعیین وقت قبلی. شاید کلید قفل زنگ خورده دلتون با دستای من باز بشه. کنترل وزن، ترک اعتیاد، اعتماد به نفس، مشکلات کودکان و نوجوانان، مشکلات بین زوجین، افسردگی، دلهوره و نگرانی، انتخاب یک شغل خوب و خیلی خیلی چیزهای دیگه. با امید دیدار.